الو سلام آقای عبدی، ابی هم کی میرسین دفتر؟ ابی جون، 6 ماهه ای دارم میام دیگه. زمون دی مرا بس زنگ زدی نذاشتی صبحونمونو بخوریم. من الان دم ماشینم، 2 ثانیه دیگه سوار شدم. پس من منتظرتونم. خداحافظ. باشه. بکی گاو موزاییت، این ترکترم که پنچره. با سلام آقا عبدی، پنچر شدین؟ بنده خودم نه، ماشینم با اجازتون پنچر شده. بله جسارت نکردم خدمتتون. 2 ثانیه پنچرشو براتون میگیرم. جناب علی آپاراتی هستین؟ نه آقا، ما مخلص شماییم. خواهش میکنم سروره ما این. آقا سی، پنچری آقا عبدی رو بگی تو من یه امضا برای دخترم بگیرم. شما زحمت نکشین، من خودم یه جوری پسش برمیام. بفرمایید. آقا عبدی عاشق فیلمای شماست، تا شما رو میبینه قش میکنه دخترم. چونه من؟ باور کن. آخه پس من یه ایرادی دارم حتما. چرا؟ چند سالشه؟ یه 2-3 ماهی رفته تو 6 ماه. ای؟ بله. پس مشکل منه 100%. بچه طوریش نیست. چرا؟ ولی بعدم نیه یه دکتر کودکان نشونش بده. آقا مخلصی، 6 ماهه و قشی، اونم دختر رو دستتون، وقت ترشی اینا باید درست کنیم باشه. نه آقا عبدی، مثل فیلمات خیلی شوخی ها، عاشق شماست، تا شما رو میبینه قش میکنه. اسمشو گذاشتیم مثلا تو خونه اکی، درسته سی؟ بله آقا. بالاخره اکبر بنویسم یا اکی؟ شما هر چی دوست داری بنویس. شما اصلا بنویس تقدیم به اکرم. اسمشون سریعتر پنچری آقا عبدی رو بگی کار داره، میخواد بره سر فیلم برداری. چشم آقا. اون خودکارم که نمینویسه. خیالی نیست آقا، یکی دیگه بهتون میدم. اجازه بدین. دست شما در نکنه. مخلصی ما این آقا عبدی. میگم این چیه تو دسته؟ این چی؟ این بهبه ها پیف بفاست؟ این خوشبکننده هواست، از این خوشبکننده جدیده سربه هم میگیره. اه جدیدم میزنن تو هوای تهرون؟ آره سربه به میبره؟ بله بله. چه همچی میکنی تو صورت من؟ چرا؟ بیدیم آقا نکنه این دبه های آسمی ها خوب میشی ببین. آه. آها چه نفسم گیره تو بخواب دیگه. آها آی بر پدر. بجون 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 اسی بجون بجون به توپول میشه تو ماشین تا کسی نایمده. تو پاشو بگی چقدرم سنگینه این. حالا که خوبه اوستا، قبلا با جرثقیل 10 تومی هم نمیتونستی جا بجاش کنی. حتی کن بده دیگه. در صندوق ها باز کن بودو. چشم اوستا یه لحظه بایستا. زود باش سوال شو. آخیش وای باورم نمیشه، بالاخره به آرزومون رسیدیم. پوله رو که بگیریم میزنیم و میریم خارج. ایول شب شد. ای ساعت 10 صبح بود، من دم ماشین نزدیک خونه بودم. چه ظلماتی، فندکم تو دستم. آها ماشینم؟ نه چوب اینجا تو کمودم. آره تو کمود. نه کمودم نیست، اگه کمودم پای خود بقیه لباس بباسا. بله این تابوته، حتما تو تابوت جلوی هنرمندا دم در خانه سینما رو زمینم. خواهم تشییع جنازه کنم. یعنی چی؟ یعنی مردم رفت. حالا رحمت نسیم چه بی سر صدا و بدون تشییع جنازه رفتم. خاک برای چی میریزه؟ نه خیر، جلو در خانه سینما رو زمین نیستم، زیر زمینم قطعه هنرمندا. خاکم کردن رفتن تموم. کمک، پلیز هلپ می، بی کس برده یختی بدکو بگلسی. علمی را بسی.
حاج خانوم، علی، ناصر، کمک! صدای زنگ در میاد، در رو بکنین یک کسی. نه بس که موبایی بره موبایی زنگ خاموش کنم، پیری موسی گازش تموم نشه به درد بخوره. بله آیا عبدی؟ بله خودمم، شما؟ همونم که ازت امضا گرفتم بیوشت کردم، حال میکنی واسه خودت تو تابوتا؟ خیلی جون احمد، خیلی خوش میگذره، جای شما فقط خالیه. میگم چطوره شام با برای بچه ها و خانواده تشریف بیارین زیر در خدمتتون باشین؟ حال شوخی نیستم. مگه من هستم؟ خب مرد حسابی، مگه کرم داری منو بیوش کردی؟ عجب بیادبیه، واسه اینکه از اون تابوت نجات پیدا کنی اندازه فیلم سینمایی وقت داری. یک ساعت و نیم که 5 دقیقه‌ش هم گذشته دیگه. خود دانی که چی بشه، چیکار کنی؟ هیچی، 1,000,000 دلار پرچور کنی. 1,000,000 دلار؟ ها میگم باشو و گوسوم شخلو قلیسا. اخ بابا شخلو خیلی میرم، خیلی هم جدی میگم. که چی جدی بگی؟ شغل شما چیه، صراف نیستی؟ نه چطور مگه؟ واحد پول این مملکت ریال و توبم نداشت، دلار تو رو سر نه دنده. من دنده؟ خودت دنده. بیادا این میکشه پایین، اون میره بالا دیگه. چی میاد پایین، چی میره بالا؟ درسیدی ها، دومن ما میکشه پایین، دلار اونم میکشه بالا. خب به من بدبخت چه ربطی داره؟ تو اگه دلار میخواستی میرفتی سراغ همون تام کروز. نه دیگه اکبر، خرابش نکن. حالا که اون بنده خدا ظریفه رفته با رفیقاش همه چی رو ردیف کرده، برم سراغ تام کروز که داستان میشه، همه چی میرزه به هم مثل قبل. بمیرم برات، میگم 5 به علاوه 1 بعد میشد 5 به علاوه 2. خواهش میکنم. ببین حداقل میرفتی سراغ این پولدار مدلارا، دروش بروشتای داخلی بسم مهران مدیری، گلزاری، کسی. چرا سر وقت اینا نمیری؟ بابا گلزار که ایران نیست، میرا مدیری هم بادیگارد مادیگارد دارم چه طرفش رفت. خوب خوبشون خودتی، خودتو دست کم نگیر اکبر. داداش من به درد خورد نیستم، آمد تای قضیه فیتیلم اومده پایین، قند و چربی و اسیدوریک و تعطیلم یه همینی تو 40 دقیقه دیگه تمومم کردم، به 2 زرم نمیرسی. یه درشت سالم میگرفتی. درسو قبل اینکه بذارم تو تابوت چکاپ کامل شدی، فشار خون، کلسترول، نوار قلب، تست قند، همه چی، خیالت راحت. یه چراغ قوه هم وسط گذاشتم، برو سراغ 1,000,000 دلار. الو ای الو، قطع کرد مردی که. یا عرفت چه خاکی به سرم بریسم، چیکار بس به فعلا این خاموش کنم شارجش تموم نشه هر تا بعد. چه ظلماتی. بذاریم داشو بود آقای 5 به علاوه 2 گفت چرا قومه گوشتم این مرکنی، این سمت چی، اینجا هم نه. آله خودش گوشته این پایین. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاطمه صلوات. دقیقا تابوت زنده به گور شدیم. میگم شب اول قبل تا نکره منکر نایمدن سینجی نمون کنن، تلفونی بزنیم به یه طرفی کمک چیزی بخواییم اینجا نجات پیدا کنیم. پاسخگوی 320 بفرمایید. بفرمایید. داداش ببخشین، اکبر عبدی هستم، بازیگر، هنرپیشه، حتما به جا میارید دیگه. منم نیکی کریمیم. دیوونه. کار مردمو بد رسیده یک کنم. پاسخگوی 620 بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم دخترم، خوب انشالله. این جانب حاج آقا مالک توکل تبریزی، صاحب قنادی توکل تبریزی هستم. میخواستم کمک بکنی دخترم، من نجات بده، من اینجا فوت کردم، زنده به گور کردن تو تابوت هستم. وا چقدر صداتون شبیه اکبر عبدیه.
اتفاقا اکبر عبدی هم درست گفتی. آبجی ببخشی، خیلی عوض میخوام، دقیقا زدی تو هدف. اکبر عبدی هم میخواستم اگه بشی یک کمکی به هم بکنی، منو زنده به گور کردن، من الان خاکم، دفنم کردن با یه تابوت زیر خاکم. اوا، یعنی الان از توی تابوت دارین با من حرف میزنین؟ آره به جان مادرم، اگه دروغ بگم. پس چرا 118 رو گرفتین؟ شما باید زنگ بزنید اطلاعات بهشت زهرا، اونم بخش متوفیات. آقای محترم چی؟ متوفیات بهشت زهرا؟ الو خوب شد قطع کرد، اگر خفه میشد. چول باش مکبرم دی، الان پسط مخ وقتی دی. خوب شد تخم مرد کم خوردم صبح. نمردیم و دیدیم چجوری به کفنمون و تابوتمون چیز کردیم. من 118 رو چرا میگیرم؟ 8 تا اضافه گرفتم، بس 110 رو بگیرم. الو بفرمایی. سلام علیکم داداش. سلام علیکم، بفرمایی. 110ه؟ بله در خدمتتونه. سرکار قربونی شکلت، به دادم برسیم. یکی من رو چپونده این زیر. چیار کرده؟ چپونده. چجوری چپونده؟ چجوری یعنی چی چپونده دیگه؟ یعنی بعد من بیهوشی چیزی کرده، از این فسفس گذاشته بیهوش کرده منو آورده چپونده زنده زنده این تو. چپونده کجا؟ داداش کجا یعنی چی؟ جایی نه، خود منو چپونده هستن این زیر. زیر چی چپونده؟ چه میدونم؟ کی چپونده؟ نمیدونم. خیلی خوب، مهم نیست. یکی مهم نیست؟ شما خودت جا تو بابا نوست کن، یکی شما رو به چپونه یه زیری. شما راحت همیشه میگی مهم نیست، بیخیال میشی؟ منظورم اینه که باید خونسری خودت حفظ کنی، آروم باشی. خیلی خوب، به من بگو بینه. شما خودت به کسی مشکوک نیستی؟ دوستی؟ آشنایی؟ در همسایه‌ای؟ همکاری؟ رفیقی؟ در همسایه که بابا حال میکنم، چرا اینقدر احترام میذارم؟ ما شرمنده هم میشیم، فامیلم که با ما پسن، ما یه افتخارشونیم. دوستم که قربونش برم دستی بگیره و نو ریسپانس تو پیجینگ بشه، ولی همکار سرکار زدی تو خال، دمت گرم. همکار گفتی که کردی کبابم، خودشه، کار خود خودشه. یکی هست که آرزو داره سر به تنم نباشه. چه جالب، اسمش چیه؟ شریفی نیا. بله خود جنس. میدونی داداش، من وقتی زندم و رو زمین جایی من بازی میکنه، اصلا کار اونه. اون منو چپونده این زیر که دیگه تا ابد جایی من کار کن، خیالشم راحت باشه که دیگه من نیستم رو صفحه روزگار. بله دلم میخواد سرکار وقتی میگیرینده شو یه میله دوغ کنین با 1000 درجه تو کوره بکنین توی چشش. اوخ آره. این حرفا چیه آقا؟ مگه اینجا گوانتانامو ما این کارا رو بکنیم؟ ما اول باید تحقیقات کارشناسی بکنیم. سرکار جون هر کاری میکنی فقط زودتر بکن، من این تو خلاص کن، نجات بده. گفتی اسمش چیه؟ محمد رضای شریفی نیا. همون هنر پیشه معروفی که چاقه؟ هنر پیشه کدومه قربونت برم؟ اون موقع که ما هنر پیشه بودیم یه هنر پیشه هم نبود. وقتی ما 3 تا فیلم تو یه روز بازی میکردیم، این با بچه ها تو کوچه گردو بازی میکرد. هی بابا، وقتی ما چاق بودیم این آقا لاغر بود، حالا که ما لاغر خوشتیب شدیم اون تازه شده ما چاق شده. مگه شما کی هستین؟ واه بیا درستش کن، تازه داری میگه لیلی مرد بودی یا زن؟ سرکار جون من همون اول بهت گفتم که اکبر عبدی هنر پیشه. بابا فیلم آدم برفی یادت نمیاد؟ مادر، مسئله آباد، محله برو بیا، باز مرسندیر شد. خدای خودشی؟ نه خیر، عمشم. اگه خودشی یه بار بگو بازم مدرسم دیر شد. بیا حالا اینم بدون بلیت باید 4 تا فیلم براش بازی کن. سرکار جون جون مادرت، من مدرسان دیر میشه، بیا من از اینجا در بیار نجاتم بده. خدایا بازم ارسان دیگه شد، تو زیر زمین گیر کردم، اونو چیکار کنم؟ جون اکبر یه تیکم آدم رفی بیا اونجا که زن شده بیدی.
دست بردار سرکار، چشونم به خاطر گل روی شما چون پسر خاله شدیم چش. من باید حتما این مملکت برم، من خسته شدم، هر دفعه به خاطر یه ذره لاک ناخون یا نمیدونم چه میدونم یه ذره موم از زیر رو سری بیرون باشه، هی برادرهای کمیته بگیرنم ببرن تو ماشینی بهم تذکر بدن، خسته شدم. اوه چه باحال، واقعا جدی جدی خودشی؟ نه خیر، قبول نمیکنم. میگم پسر خاله، حالا که با هم فامیل شدیم تو فامیلگری یه پارتی بازی کن، ما را اینجا نجات بده. نیو زرت این زیر میمیرم، عذاب وجدان میگیری یا نوکرته. اکبر جون تو فقط یه توکه پا زحمت بکش بیا کلانتری محلتون، یه شکایتنامه تنظیم کن، بقیهش با مه. قربون شکلت، من دارم میگم نمیتونم اینجا بلندشم بشینم، تو میگی باری کلانتری؟ خوش شما بفرما مه چی ها کنه؟ من چی کار کنم این زیر؟ باز شما بالایی از این دستگاه هستش، من تو این سریال های خارجی دیدم طرف داره با تلفن یا مثلا با موبایل حرف میزنه فوری پیدا میکنن کدوم نقطه از شهره، حتی میتونم بفهمن تو حاله یا تو پذیرایی طرف و سریع آدرسشو گیر میاره. ما که رادیو نیاریم، یه زن بزنیم به بچه های بالا. اکبر جان بالا؟ کدوم بالا؟ من این زیرم، مثل که نمیدونی یا شما بالایی. منظور بچه های وزارته، یه زن بزن به اونا سه سوته پیداد مونن. وزارت ارشاد؟ نه اکبر جون، اطلاعات، اونا پشره رو هوا پیدا مونن. روزنامه اطلاعات؟ نه خود وزارت اطلاعات اکبر جون. ببین پشره رو هوا با بخش هواییش کار ندارن، اونا بخش زیرخاکی هم نرن سکا. هوایی، زیرآبی، زیرخاکی، تو تمام زمین ها فعاله. دمشون گرم، انشالله موفق باشه. میگم این شماره ای چیزی از اون بخش زیرخاکیشون داری به هم بدی؟ شرمنده، شمارهش رو ندارم، اگرم داشته باشم نمیده. سیکرتا، اونجا یه عالم دایره و اداره داره. ببین، این شماره قسمت این دایره زیرخاکیشو بده، مال سکرتر هم بوده نداره. من از خانمه خواهش میکنم، میگم وصلش میکنه به مدیره. باید با 113 تماس بگیری. آتش نشانی؟ نه اکبر جون، 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات. امیدوارم تونسته باشم کمکت کنه. فعلا خدافظ. دمت گرم، اگه کمک نکرده بودی من چجوری اینجا میمادم بیرون. خیلی خیلی خسته نباشی، رفت خونه اسمم مرا دود کن. الو قصد که 113 خدا به امیدتون. شما با وزارت اطلاعات ستاد خبری سازمان اطلاعات استان تهران تماس گرفته اید. لطفاً جهت ارائه گزارش کلید 1 ارتباط با کارشناس کلید 2 و جهت خروج کلید 0 را بفشارید. دمت گرم. چشم، نوکرت هم هستم. بسم الله تعالی. با سلام و درود بیکران بر سربازان گمنام و جانبرکف و خستگی ناپذیر واحد زیرخاکی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. این بنده حقیر اکبر عبدی، بازیگر، هنرپیشه تئاتر، تلویزیون، سینما و مطبوعات ایران، اگر خدا قبول کنه، حدود چند ساعت قبل توسط گروهک از خدا بی خبر ضد انقلاب داخلی به زور روبوده شدم. اول به صندوق ماشین چپانده شده و از اونجا به داخل تابوت چپانده شده به زور، با این فسفسیا البته بیهوش شده بودم، و بعد تابوت رو هم به یک منطقه به زیر خاک چپانده شد که نمیدانم این منطقه کجاست. برادران عزیز 110 به بنده گفتن با آن واحد محترم تماس بگیرم، آن واحد محترم ظرف 3 سوت بنده رو از این گرفتاری خلاص خواهند کرد. پس بنده حقیر بی صبرانه در این تابوت به صورت درازکش شد، وضعیتی دیگری نمیتوانم خودم بگیرم، چشم به راه شما میمانم تا هر چه زودتر آمده و بنده رو از این وضعیت خلاص بفرمایید. در خاتمه برای شما عزیزان و آن واحد محترم
خیر کثیر و برای بنده حقیر صبر جمیل از خداوند بزرگ و متعال تقاضا دارم. اجرکم من الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. گزلرم یالوی هر اخشم چاقی ای واحد زیر خاک چکمگل سینم سمجران داقی واحد زیر خاک گل گل باشو من دلم تیز گل واحد زیر خاک تیز گل خدوی من علم گل گل باشو من دونم تیز گل واحد زیر خاکی تیز گل باشو قسم اکبر ربی فقط زیر خاکی نبودیش اونم شد کیه؟ مرسی خونه است. الو هیچ من هست تو کجای اکبر؟ سلام علیکم مرسی. هیچی چپوندنم توی تابوت تو گورم. زبون تو گاز بگیر اکبر، مسخره بازی در نیار. پرسیدم کجایی؟ میگم به جون خودم به جون خودت تو تابوتم، فقط نمیدونم تو کدوم قبرستونیم. اکبر هر جا هستی تو قبل از ساعت 8 باید خونه باشی. گفتم دست بردار این مسخره بازی. یاد رفته امشب تولد المیراسا، کلی هم مهمون داریم. خدافظ. الو قطع کن. اخ راست میگه تولد بچه همه میشه. چقدم دارم برای تاین شده این میرم یه زنگ بزنم بشه تولدشو تبریک بگم، شاید قسمت نشه اصلا شب برسیم به تولدش. با جون دیر جواب دادم همون آهنگ که دوست داشتی یا گوش کنی. راستی چه خبر؟ رفتی دفتر؟ قرارداد بستی؟ فهمیدم. آره دفترم الان قراردادم بستم بعدشم. المیرا جان خواستم بگم تولدت مبارک، انشالله 100 سال زنده باشی. مرسی بابا جون. راستی امشب حتما بیای خونه ها، کلی از دوستامو دعوت کردم، بعد با همشون عکس بندازیم. گروه تئاترمونم دعوت کردم، میخوام با شما عکس بندازن. دیر نکنی ها. چش حتما میام. مگه میشه تولد دخترم نباشم؟ قربون اون ریختت برم. فقط یه اتفاقی، یه امیر هم خواستم یه چیزی رو بهت بگم. میدونی یعنی یه جوری یه شوخی کرده منو چپوندن. چی؟ الو اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده، همه چی رو به راست. منو فقط چپوندنم. چپونده شنیدم بابا. الان کجایی شما؟ دفتر دیگه پدرشم. بچه های دفتر شوخی کردم با آمیو چپوندنم تو همون، گفتن روز شب تولد دخترت ترتمیز برو خونه. تو همومی؟ پس چرا صدای دوش نمیاد؟ اولش دوش گرفتم، الان دیگه توی وانم دیگه. یه رو بیه تو وان که دیگه رودخونه نیست صدا آب بیاد که آب ساکنه. آها راست میگین، من با دانیال اومدم کیکو بگیرم بعد برمیگردم خونه. شما هم تو رو خدا زود بیای، دیر نکنی ها. شب میبینمت، فعلا خدافظ. قربون دخترم. ای وای خدایم چی گرفتاری شدیم، این بچه آبروش ننه جلو مهموناش. ای 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 تولدش وقت من این زیرم. بجن که زن و غم بغل بگیرم واسه یه فکری بکنم اگه تو نجات بدم خودم چی کار کنم. یه دمت گوه اکبر عبدی. آی کیوت حرف نداره. الو بفرمایید. معذرت میخوام، وزارت ارشاد؟ بله شما؟ من اکبر عبدی هستم، مخلص شما. سلام آیه عبدی، منم قنباریم. بفرمایید فرمایش. قنبر جان خسته نباشی، میخواستم اگه بشه لطف کنی یه لحظه فوری و کوتاه وقت جناب وزیر بگیرم. یا
یه لحظه گوشی خدمت شما. ممنون. ببخشید آقای عبدی، جناب وزیر واسه دو ماه و نیم دیگه بهتون وقت دادن که میشه به عبارتی دوشنبه 5 اردیبهشت ساعت 7 بعد از ظهر. فقط لطف کنید قبل از نماز مغرب عشاء اینجا باشی. چرا اینقدر فوری؟ خیلی عجله کرده ایشون. قمر جون، به های دکتر میگفتی من تو بد وضعیتیم، توی تابوتم. چه سوژه باحالیه، کارگردانش کیه؟ کارگردان چیه عزیز من؟ منو چه بوندن توی تابوت زیر خلوارها خاک گیر کردم. کارگردان یعنی چی؟ بیش زهرا قطعه هنرمندن کار میکنین؟ بابا اصلا صحبت سریال و فیلم برداری این حرفا نیست. منو گروگان گرفتن، یه نفر $1,000,000 خواسته تا من آزاد کنه. اگه دیر به جنبیم یه ساعت بیشتر وقت نداریم، اگه دیر به جنبیم تو وزیر باید بیان تشییع جنازه منو. جدی میگی آی عبدی؟ مگه شوخی دارم باد؟ آخه چون شما فیلماتون کمدی، آدم فکر میکنه همه چیو شوخی میگیرین دیگه. دیگه سر سلامتی و جون خودم که دیگه شوخی ندارم که. گفتن $1,000,000؟ آره زیاده. خیلیه، به نظر خودت زیاد نیست؟ ببخشین ها قمبر جون، جون من به نظر خودم خیلی بیشتر از این حرفا میارزه. بعدم من که این پول رو نخواستم، این فیل اون آقای آدم ربات داده. شما خودت زنگ بزن بهش، هر چقدر میتونی تخفیف بگی بگو $10 بگیری، من چه میدونم. میگم اکبر جان، اگه کارت با 1-2 میلیون راه میفته معرفیت کنم صندوق حمایت از هنرمندان. مگه صندوق حمایت از هنرمندان جدیدن دلار وام میده؟ نه عزیزم، ریال میدن. ولی اگه دلار میخوای، تنها راهش اینه که یکی زنگی بزنی وزارت امور خارجه، با وزیر بگو شاید بتونن کمکت کنن. شمارشون رو داری؟ نه قمبر جون، اگه لطف کنی پس بنویس. باشه، بگو حفظ میکنم. سی چند سی سی؟ چند سی سی یعنی چی؟ شمارشون 2 تا 30ه. آره 2 سی سی، سی سی 2 سی سی، درسته؟ میگم اکبر، اگر آمدی بیرون ها یه زنگی هم با من بزن، منم از نگرانی دار بیام. چش حتما. شما هم یه لطفی بکن، جلسه آقای دکتر جناب وزیر تموم شد، یادآوری کن یه زنگ به آقای ظریف بزنه سفارش شما رو بکنه. خب جلسشون که آخر شب تموم میشه، اما خب میگم بکی جلسه شون تموشه که من که فوت کردم تا اون موقع. دور از جون، نگران نباش. خداحافظ. 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 دو سی 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 دو سی سی اشغال که حتما اینا مذاکرات حضوریشون به نتیجه نرسیدن، تلفنی دارن با هم حلش میکنن. خدا کنه حلش. دوباره بگیر. اینم دو سی سی. سلام علیکم، روز بخیر. وزارت امور خارجه، دفتر جناب وزیر. شما؟ بنده اکبر عبدی هستم قربان، میتونم با آقای دکتر ظریف صحبت کنم؟ کدوم عبدی؟ هنرپیشه، بازیگر، آدم برفی، مثل آباد، مادر، باز مدرسه هم دیگه شد. به به آقای عبدی، چطوری نستا؟ الان مشغول چه کاری هستین؟ الان بیکارم، ولی با جناب دکتر ظریف کار دارم. آه چه جالب، یعنی قراره با آقای ظریف فیلم بازی کنی؟ اینشالله اگه سالم موندی، میتونم با ایشون صحبت کنم؟ چش، فقط میشه بگین اسم فیلم چیه؟ بوسم مذاکراتم دیر شد، کلا میگه چیکار کنم؟ اجازه؟ چه بامزه، یه لحظه گوشی حضورتون باشه. ای مگه اینو آشتی نکردم با سلام جواد جو،
چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی؟ برای بچه هات خوبه؟ از اشتونه چه خبر جواد؟ آقای عبدی من ساکی هستم، مشاور آقای ظریف. آخ معذرت میخوام آقای ساکی. خوب هستی؟ خسته نباشی؟ میتونم آقای ساکی با جواد صحبت کنم؟ متاسفانه آقای ظریف تشریف بردن مجلس برای توضیح به نمایندگان. اکه اینم نایمده اختلاس کرد؟ نه آقای عبدی، در مورد گفتگو با سران آمریکا رفتن پاسخ بدم به مجلس. وای فاطمه صلوات، من یعنی دیگه این تو خفه شده و به این رفتم. امرتون چی چیه؟ ساکی جان راستیاتش یه کسی منو گروگان گرفته، یه جایی که تابوت چپوندتم تقاضای 1,000,000 دلار پول کرده. گفتم اگه این دلارا رو از آمریکا گرفتیم 1,000,000 دلارشو به من وام بدین قرض الحسنه، تو اولین فرصت برمیگردونم. اولا که هنوز پولی رو پس ندادم، ثانیا اگرم پولا بیاد همش میره بابت یارانه ها. حالا ساکی جون یارانه ها این همه عقب افتاده، مردم هم که چیزی نگفتن، یه مدت دیگه هم عقب بندازیم. شما کجا هستید الان؟ من الان توی تابوت زیر خروارا خاک، اگه دیر بشه من خفه شدم مردم ها. اکبر جون چی میگی؟ هنوز که نه به داره نه به باره، گفتگوام هنوز به نتیجه نرسیده، تا به نتیجه هم نرسه پولی آزاد نمیشه. بابا مگه یه امضا کردن چقدر معطلی داره؟ ساکی جون چی بگم والا، اینا دیگه باید از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بپرسی. اه مگه دست اونه؟ تقریبا. چیکار باید بکنی؟ میشه باش حرف زد؟ تلفنی چیزی ازش داری من صحبت کنم اگه میشه؟ خواهش کنم بگم صحبت سلامتی و جونه، امضا کنه اینه تموم شه بره. تلفن کیه؟ همین جان کری رو. شرمندم، من دیگه این کار رو اجازه ندارم بکنم. تو بمیری به جون خودم نمیگم از تو گرفتم. والا چی بگم آخه؟ آقا من میفتم میمیرم و وقت خونم میفتی گردن شما و وزارت امور خارجه ها. باشه میدمت، ولی دو تا شرط داره. اولا به کسی نگی شماره رو از من گرفتی. چشم. بعدش هم در مورد درصد غنی سازی قولی ندی بهشم. باشه؟ اونو میگم با جواد حل کنه. خوبه؟ من فقط بهش بگم پولا رو زودتر بریز و 1,000,000 دلارشو وام بردارم. اگه میتونی بیشترم بگیر، خزانه اون خالیه خالیه. باش حرف میزنم، خواهش میکنم خزینه شما رو هم پر کنی. آه حالا شد، خیلی ممنون. یادداشت کن. بگو. 001 فعلا که من زیرم شما رو، فارسیشو بگو. او ببخشت حواسم نبود. 201 4 5 6 7 8 9 10. ساکی این شماره رو جام کری نمیفروشه، خیلی رنده ها. بعید میدونم بگم اکبر جون قربونت، دیگه تکرار نکنم. به کسی نگی که شماره رو از من گرفتی. نه بابا ساکی جان خیالت راحت باشه، من قول دادم دیگه. فقط میگم آقا ساکی این سرود انتظار تلفونه رو عوض کن، بعد از این همه مدت آشتی کردی، این سرود انتظار رو اگه کریه زنگ بزنه گوش کنه حالش بد میشه، همه چی به هم میریزه. میگه انتظار اون چشه؟ چه عیبی داره؟ ای بابا داره میگه آمریکا آمریکا، مرد به نیرنگ تو، خون جوانان ما. بعد دیگه ساعت مرگ و اینا دیگه نباید باشه. راست میگی؟ بله، به نظر من به جای اون بعد اینو بذاریم. همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم، من چقدر خوشحالم، همه چیز آرومه، همه چی عالیه، همه چی حل شد و رفت، من چقدر خوشحالم. این خیلی توپتر از اونه. فکر کنم بازم صهیونیست‌ها آهنگ انتظارمون رو هک کردن که رابطه اون با آمریکا تیره بشه. 100%. خب دیگه چش ندارن که. حالا اگه اونم نذاشتی خلاصی یه چیز توپ بذار بشه آدم باش حرکات موزونم بره، یه چیز شاد. باشه اکبر جون، من سریع برم به بچه ها بگم این آهنگ مقبره آمریکا رو عوض کنه. خداحافظ. قربونت برم، خداحافظ. حالا به این آقای وزیر امور خارجه آمریکا چجوری حالی کنیم که ما اکبر عبدی هستیم؟ چی مگه میشناسه اون منو؟ دوباره یه فکر توپ.
شماره چیدن از زیرو از چهار تا ده چهار پنج شش هفت هشت نو. هلو پلیز کری جون کری مستر جون کری سوری یو آی ام اشتون کاترین اشتون اوه یس پلیز ویت با کلی بگیرن این سهلی نیستا مالی این بند خدا هارم بیسی مالا ما حق کرد واه 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 سر تخصی بیشورم Hello, Catherine. How are you? Thank you, John. John, please speak Farsi. Farsi? Why? I am weak English. اما speak Farsi is very, very good به جان خود. Oh, please wait. بفرمایید. وای داداش کجا بودی تا حالا؟ لی قربونت برم میتونم دوت کلم با آقا جان صحبت کنم؟ آقا جان؟ آقا جان کردی دیگه الان داشتی به حرف میزدی به اتفاقا یه لحظه صبر کنین من فایل شما رو باز کنم ای خدا ببخشین داداش چی مو واکنی؟ فایل محرمانتونو آقای عبدی وای خدا آکله بگیری تو از کجا فهمیدی من اکبر عبدیه؟ البته نه تنها شما رو شناختیم بلکه میدونیم الان دارین از توی تابوت که در عمق 2 متر و 20 سانتی متری زمین تو بیابونای اطراف تهران دفن شده با ما تماس میگیرین دمت گرم بابا شما خیلی با حالینا قربونی شکلت من دارم خفه میشم توی این تابوت میشه خواهش کنم آدرس رو بدی به این دوستای واکنش سریتون بیان با هلیکوپتر ما رو این تو در بیارن جناب جان کریم میگن ما حق مداخله تو امور کشورهای دیگر رو نداریم بهش بگو بیخیال بابا این که اسمش مداخله نیست مداخله یعنی حمله کنم به یک کشوری بزنم بکشم بخورن و ببرن این برعکس تای حقوق بشره جناب جانکری میگن هر کی خربوزه میخوره باید پای لرزشم بشینه بگو حق با شماست باش شما درست بگی این آدرس رو لطف کنه پبده من بدم به این برای بچه های داخلی بیان ما را این تو در بیارن جناب جانکری میگن سوراخی که شما توش هستین جزء اطلاعات محرمان است ای بابا بهش بگو جان دست بردار دیگه سولاخ سولاخه دیگه تازه مگه شما طرفدار حقوق بشر نیستیم بگو آقای کریم میگن معلومی که هستیم تو خب اگه هستیم منم بشرم ناسلامتی هم دارم خفه میشم هم امشب تولد بچه‌مه به جون خودت بگو من یه دختر بیشتر ندارم آبروش میره من نباشم آقای کریم میگن اصرار شما بیهوده است برین سر اصل مطلب هیچ بگو حالا که آدرس رو نمیدی باشه حداقل از این دلارایی که بلوکه کرده مال ما رو 1,000,000 دلارش بدم من به این گروگانگیره اینجا خلاص شم آقای کریم میگن آزاد میکنیم ولی به شرط اینکه شما فتیله سانتریفیوژتون رو بکشین پایین ازش بپرس چقدر میگن خیلی برو بابا بیخیال بگو خیلی میسوزم ها آقای کریم میگن منظور ما هم همینه میخواییم بسوزه ای پب بگو همش زیر سر همین آقا جانه است چوب لا چرخ بیذاره و موش میدونه این 5 به علاوه 1 هیچ وقت پس اینجوری 6 نخواهد شد ای بابا بی خود نه این جواده همیشه مریضه بیچاره شات اپ داداش خودت با آقا جانه بغل دستید اه 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 خستمون کرد بی خودی شارژ موبایلرم بشه تموم کردیم ای بابا حیوانی جواد خارش خیلی سخته با این زبون افهم بله آقای عبدی بله قربان شما من از وزارت با هاتون تماس میگیرم وزارتون خارجه؟ نه خیر وزارت اطلاعات
آقای لعنت بر اون پدر و مادرت. آخ آخ آخ. چی گفتین؟ معذرت میخوام داداش، با شما نبودم، با خودم بودم، کلم خورد اینجا به سقف. آخ آخ آخ. بفرمایین امرتون، گفتین از وزارت اطلاعات تماس میگیرین؟ بله از وزارت باهاتون تماس میگیرم. پیغام گذاشتین که روبوده شدین، درسته؟ دور از جون شما، یه حرمله یه خدا بی خبر ما رو برش آورده چپونده تو این تابوت. چیکار کرده؟ چپوند، معذرت میخوام، نهاده تو این تابوت، فرو کرده تو زمین. گفتم اگه زحمتی نباشه یه توکی با بیایی من این تو در این دارم خفه میشم. چرا با وزارت خارجه آمریکا تماس گرفتین؟ نه همینجوری گفتم دورشون بزنم، یه زنگ کوچولی زدم به کری، این پورایی که مال ملت هست اینا بلوکه کردن، گفتم اگه بشه یه میلیونشو بگیرم بدم به این آدم روباهه من این تو خلاص کنه، ضمن این که یه خورش هم تزریق کنیم تو خزینه. نکنه شما واسه اونا کار میکنی؟ من غلط میکنم؟ برای کیا؟ آمریکایی‌ها دیگه. نه قربونت برم، گفتم که من هنرپیشم، تو سینما کار میکنم. بهتره بگین کار میکردم، اگه جرمت ثابت بشه دیگه تو سینما ممنوع کاری، متوجه شدی؟ برای چی؟ خب معلومه، به اتهام جاسوسی برای بیگانه. ای بابا داداش گوندهش نکن، امنیت کشور کار دست ما نده بابا، این حرفا چیه میزنی؟ گفتم که میخواستم دور بزنمش. این بعدا معلوم میشه. حالا بگو ببینم شماره اونجا رو از کی گرفتی؟ والا من قول شرف دادم از شما چه پنون نباشه به ساکی که به هیچ کس نگم. ساکی؟ ساکی کیه؟ ساکی کیه؟ من نمیدونم. خودت الان گفتی ساکی؟ من نگفتم، شما گفتی ساکی کیه، شما گفتی. میگم نکنه اونم یکی از عوامل آمریکایی هاست، درست آقای عبدی؟ چی بگم چه میدونم داشته بلم. میگم شما هم به جایی که این نکیر منکره منو سوال جواب کنی، من بمیرم و زودتر بیایی منو اینجا خلاص کنی، منو نجات بدین زنده بمونم و وقت هرچی خواستی سوال کن. شوخی کردم اکبر آقا، نگران نباش، با امید حق ما رد موبایل تو میگیریم و نجاتت میدیم. دم شما گرم. میگم داداش چقدر زمان میبره فکر میکنی تا منو پیدا کنی؟ گفتم که نگران هیچی نباش، ما کار خودمونو بلدیم. خوب شد گفتیم، موبایل یادم افتاد. میگم داداش زبونم لال، زبونم لال، گوشی شیطونه که یه وقت شارژ موبایل تموشی چی کار میکنی؟ نگران نباش، بچه ها کارشونو شروع کردن. میگم ضرری نداره یه زنگ به کری بزنینا، اون آدرس اینجا رو داره، یه وقت زبونم لال اومدیم و دستگاه رادیو به شما خراب شد. جان کری؟ وقتی با تو صحبت میکرد ما ردشو زدیم، تو تلابیب با نتانیاهو جلسه داشتن، ما از همه چی خبر داریم. بله 100%، ولی آدرس اینجا رو به ما که نداد، شما ازش خواهش کنی درست هم صحبت کنی شاید به شما بده، چون فقط اونه که آدرس اینجا رو داره. میخوایی شمارشو بدم؟ خیلی هم شماره روندیه. حرف های زنی آقای عبدی، یعنی از 113 رونتره. خدایی 113 رونتره، کوتاه‌ترم هم، ولی مال اونم بد نی. میگم پس من خیالم جمع، دیگه دنبال دلار مولار نباشم. توکلت به خدا باشه آقای عبدی، تلاشت هم بکن، ما هم همه تلاش خودمونو میکنیم، رو ما حساب کن. 100%. چشم. خداحافظ. میگم خداحافظ درست نیست، یه وقت زبونم لال، من میبینم دیگه هم دیگر نمیبینیم، بعد شما بگی به امید دیدار، این قشنگ تره. به امید دیدار. یا علی موفق باش. ای شما هم رو زمین چیزی گیرتون نیمده اومدین تو زمین منو بخورین ها؟ این تحریم ناشردار زندگی شما رو هم به هم ریخته. قدیما یه دور ریز نونی دور نونی اضافه میگمد شما ها میخوردین، هم وقتی این بربریه شده 1500 تومن ها دیگه دور ریز نون نداریم، مردم تو تهش رو میخورن، چیزی به شما ها نمیرسه.
اما ناراحت نباشی، قول شرف میدم اگه اینجا خلاص شدم یه تنور نونور برای دور و خاشخاش مهمون منی، اگرم که نه قسمت نبود و از دنیا رفتیم این تو خفه شدی، کی منو بخوره از شما بهتر. قربونتون برم. بله چی شد با؟ چی شد؟ فیلم جدید $1,000,000 جور کردی؟ آره تو جیب شلوارمه، یه زحمت بکش بیه برش تا شاید به این هوا ما هم یه هوایی بخوریم بریم خفه بشیم. ببین آقای بازیگر، تو شرطی نیستی بخوای منو مسخره کنی ها، میخوای هوا بخوری $1,000,000 جور کن، مگه من حساب ندارم اصلا؟ برو بابا خدافظ. چی میگی تو؟ ببین یه معامله ای با هم بکنیم. چه معامله؟ شما من این تو در بیار، منم قول شرف میدم در اولین فرصت یه فیلم توپ درست کنم که جناب علی نقش اولشو بازی کنی. چطوره ها؟ که چی بشه؟ اون وقت دیگه عین او براد پیت دلار پارو میکنی. مسخره میکنی؟ من قیافم شاید براد پیت آخه. راست میگی، قیافت خیلی ساغارته. بله قصه نخوری ها، با عبد اسکندری رفیقم عین او داشت. سفارش میکنم یه تیپی ازت درست کنه که عین خنجر تو دل برو بشی. خوبه؟ لازم نکرد، بسته پیشنهاد بعدی تو بکن. ببین میخوای تو لیگ برتر بازی کنی؟ منظور تو لیگ برتر ایرانه یا چی؟ نه جون من، اسپانیا. معلومه دیگه، هم تو آبیا رفیق دارم هم تو قرمزا. اصلا مربی آبیا آقا قلعه نوعی بچه محله مونه، بچه نازی آباد. بابا باشگاه ایران گشتشون گره نوشونه، دست پرداختشون به ریال، من دلار میخوام. اگه بتونی یه کاری بکنی من برم تو تیم بارسلو کنار مسی کار کنم خیلی خوبه ها، اصلا خودم قول میدم مصومش کنم نرسه به بازی ایران. با مسی که مشکل پیدا کردیم حرفمو شو. ولی ببین این کاری که میگی رئیس فیفا هم عمرم بتونه انجام بده، چه برسه به من. چیزی به عقلم نمیرسه. حالا تو یه پیشنهاد بده. من قبلا پیشنهادمو دادم، $1,000,000 پول نقد جور میکنی، هر چه زودتر، اگرم جور نکنی جسارتا باید بری بمیری، همینی که گفتم. نه اعصاب تو خالق تو هم نریز، من به صغیر و کبیر زنگ زدم تلفنی نمیشه، من این تو گیرم. به کی زنگ زدی؟ به هر کی که تو فکر کنی، صغیر و کبیر گفتم، به کری هم زنگ زدم نمیشه دیگه. فقط مونده خواجه حافظ شیرازی که اونم الان اینه هم مثل من چندین قرنه که تو قبره. به جای جنگکری و خواجه زنگ میزدی مهندس. مهندس کیه؟ رفیقت زرقامو میگم دیگه. بابا کلی بابت آگهی پوشک و موشک و دوشک و موشک و پول میگیره. بچه سر که سر شل کنه وسط آسمتی بچه محلی نیستین؟ کی گفته؟ من میگم من بچه نازی بادم، ایشون بچه شابدلازیمه، کلی ایسکا و توبوس با هم فاصله داری. فکر نکنم، من شنیدم نازی آباد به دنیا آمد. نه عزیز من، راوی بحثی بوده. حالا هرچی بوده، یا بهش زنگ بزن یا جسارتن برو بمیر. بای بای. الو 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 قطع نکن. الو نکس قطع کن. یا خدا چیکار کنیم؟ نگاه کن غلط نکنم موشای کوز زودتر از بقیه رد ما رو زدن. تا نخوردنم بهتره یه زنگ به مهندس زرقامی بزنم، شاید فرجی بشه. الو سلام علیکم جناب مهندس زرقامی، اکبر عبدی هستم، هنرپیشه. چطوری اکبر جان، کجایی تو پسر؟ دور از جون شما توی تابوت زیر خلوارا خاک. چرا؟ مهندس ما را این تو خلاص کن، دارم نابود میشم، دارم خفه میشم، زنده بگون میشم میرم. آ به سلامتی. چرا؟ یه هرمله از خدا بی خبر دور از جونت ما رو چپنده تو تابوت، تابوت هم ورده فرو کرده زیر خلوارا خاک، زنده زنده داره ما رو عبه میبره، زنده بگونمون میکنه. چیکار کرده؟ چپونده دیگه مهندس، دارم فارسی میگم، چپونده توی تابوت. خدا
خدا رو شکر نگران شدم، فکر کردم شما رو گذاشته زیر خاک. آره دیگه مهندس، اول چپونده تو تابوت، تابوتم فرو کرده زیر خلوارا خاک، تقاضای 1,000,000 دلار بازخواهی کرده، گفته اگه 1,000,000 دلار تا 1 ساعت دیگه ندی همون تو تابوت زنده زنده دفن میشه. چه جالب، من یه فیلم آمریکایی تو همین مایه ها دیدم. میگم اکبر جون، حالا جدی میگی یا داری شوخی میکنی؟ ای بابا مهندس، من تا حالا با شما شوخی کردم؟ اصلا یه همچین اجازهی به خودم میدم با شما شوخی کنم؟ مهندس دستم به دامنه، یک کاری بکن. میگم میخوای به پلیس یه زنگی بزنم؟ نه بابا، زحمت میافتی بی خودی، من خودم قبلا زدم، فایده ای نداشته، به عالم و آدم زنگ زدم، حتی به جانکری هم زنگ زدم، بی فایده بوده. شما فقط لطف بکنید دنبال این 1,000,000 دلاره باشی. مهندس خیلی وضعم ناجورا. شرمنده تم اکبر جون، همین الان با رئیس جمهور جلسه داشتیم، ایشون فرمودن دولت فعلا هیچ کمکی نمیتونه بهتون بکنه، آب پاکی رو ریختن رو دستم. کاش که من جای شما بودم آب پاکی میریختن رو دستم، به جای آب پاکی دارن خاک میریزن رو سرم، اونم تو تابوت. مهندس ببخشید، این آقای روحانی رئیس جمهور اونجا دم دسته، پلوتونه؟ آره، چطور مگه، کاری داشتی؟ میشه یه سوال ازش بکنی؟ زمین این که اول قشنگ وضعیت منو براش توضیح بده، یه سوال هم ازش بکنی. این کلید دستش هست، این کلیده میتونه این قفل این تابوت رو واکنه، یه توک با اگه زحمت نباشه بگیری ازش بیه تابوت رو واکنی، ما رنگ تو در بیاری. من از این شوخی ها با ایشون ندارم اکبر جون. ای بابا شوخی نیست، جون یه آدم تو خطره. مهندس مگه دولت ایشون دولت تدبیر امید نیست؟ خب یه تدبیری بکنه، یه امیدی هم به یه هنرمند ناامید بده، بده؟ باشه، ازشون خواهش میکنم یه پیام همدردی برات اسمس کنه، خوبه؟ ای بابا پیام همدردی به چه درد من میخوره مهندس؟ من پول لازم دارم. بابا میگم بودجه نیست، تو هی پول پول میکنی واسه ما. مهندس بهت قول شرف میدم ناموسن، اگه این دلاره رو جور بکنی یا فردا صبح کت بسته سینما رو ول میکنم، در اختیار فقط صدا و سیما قرار میدم خودم. اصلا یه کاری، چس به صدا و سیما، این پارک ملت ها، یه دست لافتوشک بیارم میندازم اونجا جامو، شب تا صبح میخوابم که صبح به ترافیکم نخورم، اول وقت در خدمت صدا و سیما باشم تا آخر عمر، خوبه؟ بذار با مدیر گروه کودک صحبت کنم، شاید بندازم تنگ عمو پورنگ که ماکارونی و چیپس و پفک تبلیغ کنیم، شاید انشالله چیزی گیرت بیاد. خلاصه که مهندس جون هر کاری بگی حاضرم بکنم، فقط این دلاره جور بشه. این هرمله چک قبول نمی کنه؟ نه بابا، یه دنده میگه فقط نقد، اونم دلار. با این حساب شرمنده ام اکبر جان. پس با این حساب مهندس اکبر عبدی فاتح و صلوات خدا بیامرزدتش. از جون ولی نگران نباش، فکر کنم یه کارایی بشه کرد. چه کارایی مثلا؟ مثلا اگر خدایی نکرده زبونم لال نتونستی بیای بیرون و زنده به گور شدی، قول میدم یه ختم تو مسجد بلال یه بزرگ داشتم تو سالن همایش ها واسط بگیرم، خوبه؟ نه با خداییش من راضی نیستم، خیلی تو زحمت میفتی اونجای مهندس. این حرفا چیه عزیز دلم؟ این وظیفه رسانه است. میگم حالا که شما تو زحمت میفتی یه زحمت کوچولو دیگه هم برام بکش، یه طبق قلمبه ما از شبکه یک داریم، اینو اگه بشه بذاری گردنشون ببرم بزن در خونه به دست زن بچه، اینجوری هم شما مدیون ما نمیشی، هم اون دنیا با هم دست به یخه نمیشی. بودجه دادن چشم، مالیاتشو کسر میکنم، اگر چیزی تهش موند بهشون میدم. دست درد نکنه، پس دیگه اگه کاری نداریم ما رو حلال کن. شما ما رو حلال کنید. قربونت برم عزت جون، عزت زیاد، یا علی خدا حافظ. خدا نگهدار. اکی هم وقت و هم شارژ موبایل رو هدر دادیم بی خودی بی نتیجه. یه موبایل مهندس
دیلم برات کباب، از همه کس و همه چیز ناامید شدی ها؟ معذرت میخوام، ببخشینا سوال میکنم، شما نکیر نیستین؟ نه خیر. پس لابد منکرین؟ نره اصلا لابدا نکنه. پس زبونم لال حضرت اسرائیل که نیستین هستی؟ نه نه اون نیستم. چقدر شیرین صحبت میکنین، قربون اون حرف زدن تو برم. میتونی خودتونو معرفی کنی من بشناسم تو؟ اون چشم های بابا کوریت را باز کن، مرا میشناسی. راست میگین، حق با شماست. پس اجازه دارم چشم وا کنم شما رو ببینم؟ بله اجازه داره، باز کن. چقدر متین صحبت میکنین با ادب. آقا جون، با بزرگ هست الله شمایی؟ ها، یخسان اکبر. وای، چند ساله من شما رو ندیدم. اینجا چی کار میکنی؟ نکنه این نامرده این من شما رو گروگان گرفتن؟ آره؟ نه خیر، اون نامرده شما رو گروگان گرفتن. من آزادم، مگر یادت نیست چندین سال قبل فوت شدم، الان روهم. خدا رو شکر کنیم که روی. من چی بگم که زیرم، اونم تو تابوت. اشبر بالا، شانس کسیل بسنه شما را گذاشتن اونجا تابوت اون زیر. اقلم هوا تمیزه، این بالا تویش هر مخصوص هوا اینقدر کثیف آلوده است نفس نمیتوانه بکشه، آسمداره میمیره. اینقدر کثیف هوا پر از ذرات سربو منگزه همو دود هست. بابا اصلا ببخشینا، زورتون میرسه تنهایی من اینطور نجات بدین؟ دارم خفه میشه. از اونجا بعید میدونم، ولی از آتش جهنم شاید. جهنم؟ حالا مگه قراره من برم جهنم؟ بله خب دای، اگر ظلم کردی دل کسی را شکستی حتما روز قیامت جزا دارد دیگه، میری جهنم. شما من اینطور در بیارین، من قول شرف میدم دونه به دونه اونایی که من دلشون رو شکستم و پیدا کنم و دلاشون رو این چینی بند بزن. برشن ناشبر، آفرین آفرین نوه گولم. فقط یادت باش مرج خبر نمی خونه ها، یک دفعه میاد بدون این چی متوجه بشه. یادت هم باشه آدم های بیرون شاید بتوانن از اینجا شما را نجات بدن، ولی در روز محشر در قیامت فقط خودت میتوانی خودت را نجات بدی. بس صحیح، فرمایشتون خیلی درسته، حق با شماست. با بزرگ روحی ببخشید، اینجا وسیله پذیرایی درست درمونی نداریم و اصلا نداریم. خیلی عذر میخوام، ولی شما دعا کن من تو این سوراخ بیام بیرون. قول میدم تو اولین فرصت ببرمتون سر بند. یه چهار تا فال گردوی دوستا بلالی، اصلا با هم دیگه بریم یه کافی گلاسه. تا حالا خوردین؟ تو کافی شاپا میفروشن توپه. اشبر، جاهای زیارتی هم ما را میبری؟ حتما، ثواب هم داره. قبل از اینکه بریم دربن، همون پایین دربن درسته؟ میدین تجلیش یه امام ساله توپل بیزنیم تو رک. بعدم فقط از شما خواهش پادرمونی کنی خداوند ما را تکین سلاح هرچی زودتر نجات بده. آگه ده امودیو الدم درمه، هیچ وقت امیدی که از دست نده. آدم ناامید رفیق شیطان است. آدمی ذات به امید زنده است و به لطف خدا همینی بس. واه واه واه، چی گفتی بابا بزرگ؟ توپ؟ میتونی بابا بزرگ اینو رو با اون یه ماجیک کلوف رو یه مقوای کلوفتر بنویسی؟ من اینه دروش تا بزنم بالا سرم تو اتاق. آره؟ دارش ماقا نبا، این که با حرف درست نمیشه، این در عمل درست در میاد. باید اینجا تو درست کنی. این کارها باید در رفتار و شردار انسان همیشه ساری و زاری باشه. دیر شد،
من رفتنیم، من باید برم، آنواز منتظر منی، کاری نداره. با بزرگرویی میشه خواهش کنم نری، من اینجا تنها خیلی میترسم. خجالت بشه شیستگونده، چی میترسم؟ شما تنها نیستی. به جون خودم کسی پلام نیه، اینا نگاه کنی. خداوند، خداوند را فراموش کردی، اون همه جا هست با ما. آخ راست میگی، اصلا حواسم نبود. خداوند همه جا حی و ناظره بر اعمال و رفتار ما. درست میگی. بگم با بزرگ، شما دیگه برین، یواش یواش به شب خورین، خطرناک. از طرف منم به همه اموات سلام برسون. حتما میرسونم، ولی به جای سلام یه فاتحه برای شادی روحشون بخون و بهتر. چشم، خداحافظ. خداحافظ بابا رویی، بای بای. چه با بزرگ عشقی، خدا بیامرزت. کیه؟ ارمیلا جان، بابا چطوری، خوبی؟ چی شده؟ سلام بابا، کی میای خونه؟ دارم میام، فقط یه خوره این زیر همه راه بسته است. زیر؟ کدوم زیر؟ من گفتم زیر؟ آه منظورم تونل، بعد جوری تو تونل ترافیکه، ولی دارم میام. پس چرا اینقدر صداتون غمگینه؟ اتفاقی افتاده؟ نه فرزشم، این نقشی که بهم پیشنهاد شده یه خورده تو مایه های حملته، برای همین از همین الان حسم حملتی شده. یاد میاد که نمایشیشو؟ مسئله این است، آری بودن یا نبودن. عالیه بابا، تصورشو بکن، اکبر عبدی حملت میشود. میگم نقش اوفلیا نامزد حملتو کی قراره بازی کنه؟ به هدیه تهرانی پیشنهاد شده، ولی مثل که کار داره نتونسته بیاد، دادن به شریفی نیا. جالبه، برمونو خندیدنت برم الهی. راستی بابا، یکی از دوستام خبرنگار روزنامه همشهری شده، میخواد برای شروع کارش یه مصاحبه توپ باهات بکنه. من شماره تو رو بهش دادم، قرار زنگ بزنه تحویلش بگیری. یا چش، حتما. سریع هم خودتو برسون خونه، دلم وسط یه ذره شده. تو فقط دلی یه ذره شده، من همه هیکلم داره یه ذره میشه. الی جان، میگم اگه ترافیک من دیر رسیدم، شما مراسم رو شروع کنیم، خودم میرسم. امکان نداره، شمعای تولد من وقتی روشن میشه که شما خونه باشین، منتظریم. چش، مامانت. ببخشی امی رو پشت خطی دارم. خداحافظ. خداحافظ. بله بفرمایی. سلام آقای عبدی، من نسیم هستم، دوست دخترتون. دوست دخترم؟ نه منظورم دوست دخترتون المیراست. آه همون خانمی که گزارشگر خبرنگار روزنامه است ها؟ بله، راستش روزنامه ما یکی از پرتیراژترین روزنامه های ایرانه، در ضمن سایتمون هم یکی از پربیننده ترین سایت های کشوره. ما روزانه میلیون ها نفر رو داریم که از سایتمون دیدن میکنن. گفتی چی؟ گفتی میلیون؟ بله. وای فرشته نجات من، شما از طرف خدا فرستاده شدی، تنها راه نجات من شمایی. شما حرف از میلیون زدی؟ آره؟ بله آقای عبدی. ببینم الان شما به سایت دسترسی داری؟ بله بله، هر خبر رو که بخوام در آن واحد میتونم بذارمش رو سایت. دخترم، دوست داری یه خبر توپل بهت بدم که یه شبه از نسیم تبدیل بشی یهو به طوفان؟ عالیه، من منتظرم، بفرمایید. خبر اینه، اکبر عبدی توسط یه آدم ربا دزدیده شده، گروگان گرفته شده و در تابوت نهاده شده، چپونده شده زیر خاک، و اگه یه میلیون دلار رو نپردازم بنده این زیر تلف میشم و بمیرم. چه جالب، این سوژه فیلم جدیدتونه؟ نه دخترم، فیلم چیه، واقعیت. یه هرمله از خدا بی خبر منو دزدیده، میخواد یه میلیون دلار ازم اخاذی کنه. ای بابا، اگه تو به کمک مردم شریف نجنبینا، وقتی هم نداریم، فوقش نیم ساعت 40 دقیقه، این پولی اگه جور نشه من این تو تجزیه میشم، پوت میشم، نابود بمیرم. نگران نباشین آقای عبدی، مردم ایران برای نجات جون شما حاضرن حتی 100 میلیون دلار هم بدن،
فقط شما بفرمایید من باید پولو به چه حسابی بریزم؟ حساب خودتون خوبه؟ میگم دخترم خیلی آیکیوت بالاسا، من میگم تو تابوتم نمیتونم بشینم، چجوری برم بانک وقت؟ خب میخواین بگم بریزم به حساب دولت؟ نه دولت خزانش خالیه، میریزه به حساب یارانه‌هایی که به مردم بده کاره. خب به حساب ارشاد چی خوبه؟ اونا هم تا پول ببینن و را برا میرن جشنواره‌های خارجی مثل کن و من و یرفا. خب میگم به حساب صدا سیما بریزیم دیگه. دخترم مثل که شما تو این مملکت زندگی نمی کنی، صدا سیما پول گیرش بیاد میره دنبال ساختن سریال های فاخر و تش برای ما یه فاتحه میده فوقش. پس اجازه بدیم بگم بریزم به حساب روزنامه خودمون. گفتی تو روزنامه کار میکنی؟ آره. کدوم روزنامه بود؟ همشری ها؟ بله آقای عبدی. نه اونم خطرناکه. خطرناک؟ برای چی؟ روزنامه همشری مال شهرداریه، یو قالیبافی چشش به پوله بیفته نه اینکه عشق تونله، همه رو میزنه برای تونل سازی. نگران نباشین آقای عبدی، حساب روزنامه یه حساب مستقله. باشه هر جوری صلاح میدی، فقط زودتر. چشم آقای عبدی، مطمئن باشین این مردم شما رو تو این شهره تنها نمیذارن، من همین الان خبر رو میذارم روی سایت، فقط اگه اجازه بدین اسم خبر رو بذارم فریاد زیر آب، خوبه؟ نه دخترم، فریاد زیر آب اسم یه فیلم قدیمیه، تازه اگه فریاد بخوای بذاری مال من میشه فریاد زیر خاک، من دهنم رو واکنم تا خرخرم پر خاک میشه. حق با شماست. خب خودتون پیشنهادی نداری؟ بذار جشن عاطفه ها، خوبه؟ نه اون که رایتش مال کمیته امداده، بعد ازشون اجازه بگیریم. خب خودتون یه اسم دیگه یادتون نمیاد؟ دخترم این تو هوا نیست، اکسیژن خوب به مغزم نمیرسه، یه اسم مشتی خودت براش انتخاب کن دیگه. چشم، تا چند ثانیه دیگه خبر رو میذارم روی سایت، پول که جور شد باهاتون تماس میگیرم. فقط وقت نمونده ها، عجله کن. در ثانی اینجا موشای کور و مورچه هم چیزی گیریشون نمیاد بخورن، تو صفن که منو بخورن. نه نگران نباشین آقای عبدی، توکل به خدا با کمک مردم نجاتتون میدیم. اینشال خداحافظ. یا علی ای خدا، یعنی میشه به کمک شما لطف بعد من تو این سلاخی نجات پیدا کنم، که اگه این بشه همونجور که به بابا روحی قول دادم از فرداش به کل عوض میشم، میشم یه آدم دیگه، اصلا اگه دوست داشته باشی یا اسم فامیلم هم عوض میکنم، میذارم اسقر عبد خود، که معنیش هم خیلی باحاله، اسقر یعنی کوچیک، عبد خودم یعنی بنده خدا، که رو هم میشه بنده کوچیک خدا. حس کریم این اسقر عبد خدا خیلی نوکرت. یا امام اشتو خودت کمک. جانم بفرمایی. مثل این که داره یواش یواش میلیون دلار جور میشه، باریکلا در مشارکت مردمی خیلی تره خوبی بود، خود منم وقتی خبردار شدم رفتم یه مقدار پول ریختم، باورت میشه؟ باریکلا ببخشین شرمندم ما میپرسم، میتونیم بگین چقدر ریختیم به حساب؟ 1000. دمتون گرم. 1000 دلار؟ نه بابا ریال، من که هنوز دلارمو تحویل نگرفتم که بخوام دلار خرج کنم. میگم داداش این پوله رو ما چجوری باز برسونیم به دست جناب علی بعد از این سوراخ خلاص بشیم؟ کی قرار پولو تحویل بده؟ یه دختر خانم جوانیه به اسم نسیم، خبرنگار روزنامه است. خیلی خب بهش بگو بی کلک پولا رو بریزه توی ساک مشکی بیاد میدون آزادی. میگم حالا حتما باید مشکی باشه، ساکه اینقدر مهمه؟ چطور مگه؟ بابا دیگه میگم وقتی نمونده علاف رنگ و پنگ و این حرفا نشی. خیلی خب رنگش حالا خودت انتخاب کن، مهم نیست. میگم چطور رنگش توسی مایل به بنفش با گلای آبی نقره‌ای روش، قشنگی؟ چه سرطن دیوانه، این مدلی که تو داری میگی یه دونش هم تو دنیا پیدا نمیشه، ولی ساکه مشکی تو دلت بخواد هست، تازه مشکی رنگ عشقه. میگم اصلا نه حرف شما نه حرف من،
بریزیم پولا رو توی کیسه زباله بشکی. خوبه؟ ظرفش که مهم نی، از کار پول است. با اینکه غیر بهداشتیه ولی باشه بگو بریزیم، مشکل نیست. چش. برای اینکه من بشناسمش بگوی کلا قرمزم بذاره سرش. اه غلط نکنم شما پرسپولیسی باشی؟ آره. نه جدو مگه؟ خب این کلاه قرمز گفتم 100% قرمزته ای، ولی آبی بهتره وا. حالا هرچی، بهش بگو رأس ساعت 5 با همون کلاه قرمز میدون آزادی باشه، چون ساعت 5:30 وقت دکتر داره. آخه بمیرم الهی، دندونتون پیله کرده؟ من خیر، میخوام دماغ عمل کنم. موده بلند نمثلا کردار دیدی؟ به سلامتی، مبارک باشه. میگم شما که زحمت میکشی بری بیمارستان برای دماغت، این موخت هم یه دکتر مغز اعصاب نشون بده. بهترین دکتر مغز اعصاب جهان دکتر فریده، رفیقمون، یادت باشه. دکتر مغز اعصاب پس چی برم؟ آخه عزیز دلم، اگه موخت مشنگ نبود که منو گروگان نمیگرفتی بکنی تو تابوت بذاری زیر زمین یه $1,000,000 پول بخوای. داداش مشنگ تویی که به جا برسازی رفتی سراغ بازیگری، نه من. این یکی رو خدایش گل گفتی، اگه بساز بفروش بودم تا حالا اینجا خلاص شده بودم. راست میگی. میگم آقای مشنگ، اسم رمزت چیه؟ اسم رمز دیگه چیه؟ ای بابا، این دختره بنده خدا از کجا بفهمه شما کی هستی؟ آه یادم رفت، بهش بگو اسم رمزمون یاقوته. من میگم تابوت بذاری به وضع حال الان ما خیلی میاد. حالا خیالی نیست، همون تابوت بذار. آقای مشنگ بازی ببخش، این زحمت تپوندن این تو هم افتاد گردن شما. دختره پشت خط تازه مجابشو بده، بگو سری پولا رو بیاره. باشه میگم پولو بهت برسونه. الو سرکار خانم طوفان، خوش خبر باشی. سلام آقای عبدی، خبر خوش، مردم ایران پولی رو که میخواستین ریختن به حساب. دمشون گرم، میدونستم با حالم. شما الان کجای خودت؟ من توی صرافی چهارراه استانبول میخوام الان دلار بخرم. فقط آقای عبدی، اینجا قیمت دلار تو بازار ثانیه به ثانیه هی بالا میکشه هی پایین میکشه. الان کشیده بالا یا کشیده پایین؟ یه لحظه صبر کنین. آقا الان دلار چنده؟ حواله یا نه؟ حواله یا نه؟ نمیدونم. آقای عبدی میپرسن حواله یا نقد؟ معلومه دیگه نقد. آی کیو، فقط حواله شو بده به حضرت عباس، بگو یه خور ارزون حساب کنه بابا. چشم چشم. آقا ما نقد میخوایم. نقدش میشه 3,500 تومان. چه خبر آقا، 10 دقیقه پیش که 3,000 تومان بود. اگه خبر ندارین خانوم، همین 1 دقیقه پیش آمریکا دونه مرغ رو تحریم کرد، دلار دوباره کشید بالا. ای بابا، آقای عبدی 500 تومان کشیده بالا. هر چقدر پول داری بگید، من دارم این زیر خفه میشم. خدایا چه خاکی تو سرم بکن. من فکر کردم دلار 3,000 تومانه، الان ما پول کم داریم. خیلی خب، حالا اونی که دسته تره بگیر. بیچاره شدیم رفت. میگم شما موبایلتون اینترنت داره؟ آره 920، اتفاقا پرسرعت هم هست. خوبه. چطور؟ کسی میخواد با هم چت کنه؟ نه آقای عبدی، میخوام اگه بشه هر چه زودتر یه پیام تصویری برام ارسال کنین، بذارمش روی سایت. توی پیامتون هم از مردم تشکر کنین، هم بهشون بگین که دلار بالا کشیده، یه مقدار پول کم دارین. طوفان خانم، من حاضرم این تو بپوسم و بین برم، ولی به اسکایپ و تانگو وصل نشم. نه بابا، نیازی به اونا نیست، میتونین از طریق سایت داخلی خودمون پیامتون رو بفرستین. قطع بود سایت داخلی، بگه وصل شده. خوشبختانه دوباره راه افتاده. من منتظر دریافت پیام تصویری شما. پیامی که گذاشتم روی سایت دوباره باهاتون تماس میگیرم. باشه چشم، فقط عجله کن، این یارو داره دماغش عمل میکنه، تو اتاق عمل عبه میره، فقط هم آدرس اینجا رو اون بلده با. چشم، خدافظ. خدا نگهدار. فیلم مداریش چجوری میشه؟ کامرا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سپاس و درود فراوان خدمت ملت شریف و عزیز و هنردوست ایران. این جانب اکبر عبدی از درون تابوت و از دل خاک در اطراف تهران با شما صحبت میکنه. بنده میخواستم به دلیل کمک و همیاری برای نجات این جانب از تک تک شما تشکر کرده
و از همین زیر دروی دست شما سروران گل را میبوسم. متاسفانه ما به دلیل گران شدن دلار، اون هم به قیمت 500 تومان، کسری بودجه آوردیم و کارمان به مرحله دوم جمع‌آوری بودجه رسید که میدانم در این مرحله دوم هم شما ما را یاری خواهید کرد. پس بنابراین پیشا پیش باز هم از این زیر دست شما را میبوسم و خود را تا آخر عمر مدیان محبت شما میدانم. ضمناً به دلیل گران شدن دلار از طرف خودم و رئیس بانک مرکزی و جناب جنکری باز از شما همه ملت عزیز عذرخواهی میکنم. با تشکر فراوان از درون خاک، اکبر عبدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بکنم توب گفتم. عجب ملتی، ملت به این با غیرتی هرگز ندیده دولتی، ملت به این با غیرتی هرگز ندیده دولتی. لالایلی دی لالایلی لالایلی ملت به این با الله سزن هر مین یه روزه مین برکت برسن. الهی همیشه کیف خواهرها، جیب برادرها پر از پول باشه، انقدر پول تپونده باشن که نتونن را برن. یه تلفن به علمی رو بزنم، این بچه‌م تولدش چی شد؟ چی گرفتاری شدیم از دست این مرد که بیشور. امیر جان سلام بابای. امیر جان این آهنگ پیشواز تلفنت عوض کردی، قبلی خیلی بهتر بود که خیلی غمناک، آدم غمباد میگیره گوش میکنه. بابا جون گریه برای چی میکنی؟ فرضش هم خوب نیست آدم روز تولدش گریه کنه، شگون نداره. سلام اکبر. سلام مسی. نزه این بچه قصه بخوره، داری گریه میکنه. یکی باید خودمو دلداری بده، تو اون تابوت چیکار میکنی؟ مسی من که با پای خودم نیومدم اینجا، منو به زور تپوندن این تو. میگم اکبر کاش قبل از این اتفاق اون ویلای شما رو به نام من میکردی، اینطوری نصف مالیات رو باید بدم. مسی میگم اینقدر بیتابی نکنه بمیری ها، تو باید روحیه داشته باشی، به بقیه روحیه بدی، خوب نیست اینجوری میزنی تو سر کلت، مریض میشی ها. چند بار بهت گفتم بشین وصیت نامه کوفتی رو بنویس، گوش کردی؟ چش، شما دعا کن من تو این سولخی نجات پیدا کنم، اگه اومدم همه چی رو راست و ریست میکنم، محضری هم میکنم که خیالت جمع بشه. خوبه؟ خیر سرمون تولد انمیراس، خونمون شده غمکده. این حرفا رو نزن جلو بچه، قصه میخوره. مسی یه وقت زبونم لال، زبونم لال، من دنیا رفتم و نتونستم بیام اینجا بیرون، دار دنیا یه بچه دارم و خیلی مواظبش باشی. راستی اینو تا حالا بهت نگفتم، من با تو خوشبخت‌ترین مرد عالمم، البته بعد از برد پیت و زنش. خیلی دوستت دارم اکبر. I love you اکبر. Me too مسی. من دستنه چوخیستیرم اگر بذارن. مسی جون ببخشیم، فرشته پشت خطه. فرشته؟ میگم نکنه اکبر این آخر عمری رفتی سر من هوا آوردی. زبونتو گاز بگی بابا، این حرفا چیه میزنی جلو بچه؟ این همه خانوم هست که خبرنگاره بهت گفتم داره پول جمع میکنه برای نجات من. اتازه رفیق انمیراس، از انمیراس سوال کن بهت میگه. راست میگه انمیرا؟ آره مامان. خیلی خوب، حالا که متوجه شدی تا قد نکری بذار من باش حرف بزنم. فعلا خداحافظ. بله سرکار خانم طوفان، چه خبرها؟ همه چی ردیف شد آقای عبدی، دلارا رو گرفتم. آفرین، باری کلا دخترم، خدایا خیلی ازت ممنون. آفرین آفرین دخترم. حالا پولا رو باید به کی تحویل بدم؟ این بخشش خیلی مهمه، خوب توجه کن و گوش کن ببین چی میگم. چشم.
اولا یه کلاه قرمز رنگی میاری میذاری سرت. بله حتما قرمز باشه ها، این نشونه اینیه که یارو بشناسه تو کی هستی. بله بعد از اینکه کلاه رو گذاشتی سرت قرمز رنگ، پولا رو میریزی توی کیسه زباله مشکی، فقط میری به این آدرسی که بهت میگم. بله. یا ابوالفضل شاه امام هشتم چی شد؟ شارژش تموم شد، اکبر عبدی فات هم از صلوات. ای خدا این چه کاری بود سر من آوردی؟ من هنوز با بنده های خوب تصفیه نکردم. الو کمک آی مردم، کمک کنید، یه نفر زیر خاک شده، کمک کنید، حرف منو میشنوی؟ صدای منو کسی میشنوه؟ یا فاطمه زهرا یا امام غریب، کمک کنید، آی ملت کمک کنید، صدای منو کسی میشنوه؟ کمک، دارم خفه میشم، یا امام اکرم کسی رد نمیشه، من زیر این خاکم، کمک کنید، مردم خدایی، کمک کنید خدایا چرا من که بهت قول داده بودم آدم خوبی بشم، به کل عوض بشم، مهربون بشم، چرا بهم یه فرصت دیگه ندادی؟ خودت میتونستی امتحانم کنی. خفه شو اکبر، خفه شو، به خدا میگی چرا؟ به خودت بگو چرا؟ چرا درست این آدم زندگی نکردی که حالا به این روزی بیافتی؟ خدایا غلط کردم، خدایا علف، خدایا توبه، خدایا توبه میکنم، برو ببرد. یا ابوالفضل یا امام هشتم، دارم زنده به گور میشم، کمک، خدایا زنده دارم خاک میشم، کمک کنید یا قمر من، یا جس وای خدا، خاک شدم رب، یا امام هشتم کمک، صدای منو نمیشنوی؟ یا فاطمه زهرا کمک آقای عبدی، شما حالتون خوبه؟ خدا شکرت، هزار دفعه شکر. حاجی فکر کنم زنده است، از تو تابوت صدای گریهش میاد. بچه رو مبتلی، بچه رو داره تابوت بردارم. آیا باورم نمیشه، یعنی من نجات پیدا خوش اومدی بابایی، راستی چطوری آزاد شدی؟ گفتن نگی،
مرسی، تولدت مبارک. مرسی کوچه تنگه. بله عروس تولدمه. عروسی که این یه حرکات موزون داره، اصلا درست نیست. بودو بریم. تولد تولد happy birthday to you، happy birthday to you.